سلام به روی ماهتون دوستای عزیزم، از اینکه دوباره در کنار شما هستیم بسیار خوشحالیم. میدونید رابطه بین ما و شما یه رابطه بسیار بسیار پسندیده است، از این جهت که ما خیلی راحت در منزل شما پذیرای ما بودید و ما متشکریم از شما، از اینکه تونستیم کمکی باشیم برای شما بدون هیچ مسائلی که خودتون میدونید این مسائل برای ما فقط و فقط وجود شما، ارزش شماست در مقابل همه عزیزانی که ما قرار میگیریم. امیدوارم هر جا که هستید موفق و پیروز باشید. ما رسیدیم به بحث آخر حرکت در از دینامیک که بحث حرکت دایره‌ایه. یکی از حرکت‌های خیلی ساده است ولی بچه‌ها نمی‌دونم چیه، همیشه در اون آخر حرکت دایره‌ای رو خیلی جدی نمی‌گیرن و براشون یه معضل میشه، ولی بسیار مبحث آسونیه، خصوصا که خیلی هاش رو نسبت به سالهای گذشته ساده کردن عزیزانم. بنابراین شما با این بحث دایره مطمئنن مشکلی نخواهید داشت. میبینیم پس برنامه‌ای در مورد حرکت دایره. دوستای عزیزم، حرکت دایره رو شروع میکنیم با مباحث اولیش. ما رسیدیم به بحثی به نام حرکت دایره. حرکت دایره یکی دیگه از حرکت‌هایی که در علم فیزیک خیلی مورد بررسی قرار میگیره. تفاوتش با مبحث حرکتی که تو فصل اول دیدید، اون حرکت یه بعدی بود، ولی حرکت دایره یه حرکت دو بعدیه، در صفحه است. یعنی شما یه دایره رو بخواید بکشید باید در یه صفحه بکشید، پس بررسیش هم در یه صفحه است. اشتباه نکنید، این حرکت با حرکت یک بعدی تفاوت داره. بریم ببینیم مطالبی که برای حرکت دایره داریم چی هست. مفاهیم اولیه‌شو با هم بررسی می‌کنیم. فرض کنید بچه‌ها یه ذره، حالا وقتی میگیم یه ذره یعنی کاری با جرمش و با ابعادش و یا ویژگی‌های دیگه نداریم، به نوع حرکتش فقط توجه داریم. یه ذره رو در نظر بگیرید روی مسیر دایره داره حرکت می‌کنه. شعاع ثابت آ رو داریم و شعاع حامل دائما داره زاویه‌ای رو طی می‌کنه. اولین موضوعی که داریم یه دوره تناوبه. دوره تناوب یعنی مدت زمان یه دور چرخش. برای پیدا کردن مدت زمان، یعنی زمانی که تعداد دورها، اون مدت زمانی که چند دور زده رو تقسیم کنیم، مدت زمان به تعداد دورها رو تقسیم کنیم، دوره تناوب یا زمان یه دور چرخش به دست میاد. در مقابلش بسامد یا فرکانس رو داریم. بسامد یا فرکانس تعداد دورها در واحد زمانه. پس ما فرکانس رو، بسامد رو میگیم تعداد دورها در واحد زمان. واحد دوره تناوب ثانیه است، واحد بسامد هرتزه. پس تو مفهوم، تو تعریف هم فرمول رو داریم میگیم هم تعریف. تعداد دورها در واحد زمان، مدت زمانی که چند دور زده یا زمان یه دور. مدت زمان یه دور میشه دوره تناوب، تعداد دورها در واحد زمان میشه بسامد. بین این دوتا نتیجه گیری میشه که F عکس T، این ثانیه، عکس ثانیه میشه هرتز، بله، یا T میشه عکس F، بله، رابطه‌ای که بین این دوتا وجود داره. حالا مدت زمان رو اگر تعداد دورها رو نداده بودن، مثلا سرعت یا تندی ذره رو داده، میگه یه ذره داره با این تندی حرکت میکنه. چرا میگیم تندی بچه ها؟ وقتی ما با جهت حرکت کار نداشته باشیم، فقط با اندازه سرعت کار داشته باشیم، تندی رو اصطلاح میکنیم. اما وقتی که جهت رو در نظر بگیریم، سرعت دقت کنید، اگر تندی میگیم به جهت کار نداریم، ولی اگه سرعت میگیم، بردار سرعت، برداری مماس بر مسیره. این بردار سرعته که در هر نقطه از مسیر دایره برداری است مماس بر مسیر حرکت. این سرعت هر لحظه است که مماس بر مسیر حرکت. ولی اصطلاح تندی که به کار میبریم یعنی با سرعتی کار داریم که جهتش برای ما مشخص نیست یا اهمیتی نداره، فقط با اندازه سرعت کار داریم، اونجا به کار میبریم اصطلاح تندی رو. خب حالا در نظر بگیرید که متحرک ما یه دور دایره رو میزنه، یعنی چه چیزی رو طی میکنه؟ میگیم یه محیط دایره رو طی میکنه. این محیط رو با چه تندی طی میکنه؟ شما یادتون باشه تعریف سرعت در حرکت فصل اول داشتیم، جابجایی در واحد زمان یا مسافت پیموده شده در واحد زمان.
مسافتی که طی میکنه دو پیاره، محیط دایره است. به تندیش به مقدار سرعتش میشه زمان یه دور چرخش. پس دو پیار یعنی محیط یک دور، محیط دایره. ویمون هم اینجا یعنی اندازه سرعت یا تندی حرکت. خب قدر مسلم اینو اگه معکوسش کنید، وی به دو پیار بنویسید میشه فرکانس یا بسامد. پس اینو کی به کار میبریم؟ موقعی که ما شعار رو به همون داده، تندی یا مقدار سرعت داده، میگه که چه مدت طول میکشه تا یه دور این دایره رو بزنه یا دوره تناوبش چقدره. مثال براتون اینجا انتخاب کردم، گفته دوره تناوب عقربه ثانیه شمار و بسامد عقربه دقیقه شمار. خب عقربه ثانیه شمار یه دور رو تو چه مدت میزنه؟ آفرین، 60 ثانیه. بنابراین دوره تناوبش، من با همین رنگ می‌نویسم، دوره تناوبش میگیم چقدر؟ بچه فرمولی داشتیم چی؟ تی به ان. بعد تیش چقدر میشه یه دور رو که میزنه؟ 60. پس میشه 60 ثانیه. این میشه دوره تناوبش. پس دوره تناوبو چجوری پیدا کردم؟ اومدم زمان یه دور زدنش که یه دور عقربه ثانیه شمار میزنه 60 ثانیه طول میکشه برای یه دورش. پس دوره تناوبش میشه 60 ثانیه. اگه عقربه دقیق شما رو میگفت، یه دور که میزنه عقربه دقیق شما 1 ساعت 3600 میشه. ساعت شما 12 ضرب در 3600 میشه، چون یه دور کامل میزنه 12 ساعت، هر ساعت هم 3600 ثانیه است. پس این برای ثانیه شمار بود. اگه برای دقیق شمار، این میشد 3600 به دور. اگه برای ساعت شما میگفت، 12 ضرب در 3600 میشه. حالا بسامد چی بود تعریفش؟ بسامد بود تعداد دورها در واحد زمان. خب برای چه عقربه‌ای میخواد؟ عقربه دقیق شمار. عقربه دقیق شمار یه دور اگه بزنه، اگر یک دور بزنه چه زمانی طول میکشه؟ دقیق شمار یه دورش میشه 1 ساعت 3600. پس این عدد در میاد بر حسب ولی چی؟ هرتز. همون دوره تناوبش رو معکوس هم بکنید میشه فرکانسش. پس این شد فرکانس دقیق شمار. دقیق شمار اگه ثانیه شمار بود میشد 1/60. اگر ساعت شمار بود میشه 1/12 ضرب در 3600. این هم به عنوان این که شما یه آشنایی با این دوتا مفهوم دوره تناوب و فرکانس داشته باشین. حالا سوال بعدی که انتخاب کردیم، تست کنکور، میگه پره یک هلیکوپتر یا همون بالگرد با سرعت 90 دور در دقیقه میچرخد. پس 90 دور رو تو یه دقیقه میزنه. هم میتونیم فرکانسش، بسامدش رو پیدا کنیم، هم میتونیم دوره تناوبش. میگه اگر قطر رو داده 4 متر، پس شعاع میشه 2 متر. تندی لبه پره چند متر بر سانتی؟ تندیش رو میخواد. خب ما اول بیاییم دوره تناوبش رو پیدا کنیم. گفتیم تی برابر بود با تی به ان، یا فرکانس بسامد یا تی رو پیدا کنیم. خب زمانش گفته دقیقه 60، چند دور زده؟ 90 دور. خب ساده بکنیم میشه 2/3 ثانیه. 2/3 ثانیه یعنی زمان یه دورش. خب پیدا کردیم. قطر هم داده. از اونجا داشتیم تی برابر بود با 2πr به وی تندی. جای این دوتا رو میشه عوض کرد. پس از اینجا ویمون میشه 2πr، 2 متره. ویمونم که میخوایم، تیمون شد چند؟ 2/3 بچه ها. خب یه دو با یه دو ساده میشه، میاد بالا میشه 6π/ثانیه، یعنی گزینه 3 میشه عزیزان. اینم به عنوان اینکه یه تمرینی از مثالی از این تندی زده باشیم با دوره تناوب، این مثال کنکور رو، تست کنکور رو براتون انتخاب کردیم. حالا در ادامه مبحث‌های دیگر رو برای حرکت دایری با هم بررسی میکنیم. کمیت دیگه ای که عزیزانم برای حرکت دایره‌ای برقراره، سرعت زاویه‌ایه. نگاه کنید، ما در حرکت دایره‌ای اگه بخوایم مکان متحرک رو در نظر بگیریم، باید یه مبدأ انتخاب کنیم. بهترین نقطه برای مبدأت فرقی نمی‌کنه، ولی مرکز دایره است. اگر ما مرکز دایره رو به عنوان مبدأ مکان در نظر بگیریم،
ببینید مکان رو اگه بخوایم، متحرک ما داره حرکت میکنه توی لحظه اینجاست، این میشه بردار مکانش که با یه بردار میشه نشونش داد، خب و مکانش رو توی محورهای مختصات میشه دقیق، اگر مبدا رو مرکز دایره در نظر بگیریم به راحتی میشه مشخص کرد. حالا سرعت زاویه این شعاع حامل، بچه‌ها شعاعی که حامل این ذره هست داره در گذر زمان زاویه هایی رو طی میکنه، دلتا تتا، نسبت تغییرات زاویه پیموده شده معمولا بر حسب رادیان به زمان طی شده رو بهش میگن سرعت زاویه‌ای متوسط. حالا یا علامت بار میذارن یا ایوی رو پایینش میذارن به عنوان متوسط بودن سرعت زاویه‌ای. پس سرعت زاویه یعنی اون زاویه‌ای که شعاع حامل ذره در واحد زمان داره چیکار میکنه؟ طی میکنه. به عبارت دیگه امگا میشه تتا دو منهای تتا یک یا تتای منهای تتا سه، فرقی نمیکنه، به دلتا تی یا تی فرقی نمیکنه. باز اگر اینو در نظر بگیریم میشه اون سرعت زاویه‌ای متوسط ما. در حرکت دایره‌ای که اندازه اون سرعت خطیه یا اندازه اون تندی در اصل ثابته، زاویه هایی که طی میکنه در واحد زمان یه مقدار مشخصیه، یعنی در بازه‌های زمانی مشخص زاویه های مشخصی رو به چشم که اون تندی ذره ما ثابت باشه، به این حرکت میگن حرکت دایره‌ای یک نوا. پس در حرکت دایره یک نوا امگای لحظه ما یعنی سرعت زاویه‌ای لحظه‌ای، بچه‌ها، با سرعت زاویه‌ای متوسط برابره. بله، هرگاه تندی ذره روی محیط دایره ثابت باشه، یعنی با یه سرعت با یه تندی ثابتی روی محیط دایره حرکت بکنه، یعنی در واحد در بازه‌های زمانی مشخص زاویه‌های مشخصی رو طی بکنه، به عبارت دیگه سرعت زاویه لحظه‌ای با سرعت زاویه متوسط برابر باشه، به این حرکت میگیم حرکت دایره‌ای یک نواخت. در حرکت دایره‌ای نواخت مقدار امگای متوسط با امگای لحظه‌ای برابره، بنابراین میتونیم بگیم امگا برابره با تتای منهای تتا صفر، دیگه متوسط نیست، لحظه‌ای هم نیست، ثابته. یعنی ثابت وقتی که امگای متوسط ما با امگای لحظه‌ایمون برابر باشه. تقسیم رتی اگر اینو طرف این وسط این کنیم تتا میشه امگا تی به علاوه تتا صفر. بله، این در حرکت دایره یک نواخته. خب حالا باز دوباره اگر در یک حرکت دایره یک نواخت وقتی یه دوره کامل میزنه چه زاویه‌ای رو بس رادیان طی میکنه؟ بله، دو پی رادیان. وقتی یه دوره کامل میزنه تو چه مدتی؟ تو یک دوره تناوب. به این میگیم اندازه سرعت زاویه‌ای حرکت یک نواخت. بله، باز میخوام یک نواخت. گفتیم به جای یک تیوم هم چی میذاشتیم بچه ها؟ اف رو میذاشتیم دیگه. پس میتونیم بگیم اومگا برابر با دو پی اف هم هست. این رابطه و این رابطه در حرکت دایره‌ای یک نواخت برای اندازه این سرعت زاویه‌ای به کار میره. این هم برای وقتی که شما اومگا رو داده باشه ثابت، در هر زمانی با معلوم بودن تتا صفر بتونید تتا رو به دست بیارید، که توی مثال هایی که براتون انتخاب کردم از اینم براتون مثال حل میکنم. پس ما تا اینجا دو تا مطلب رو یاد گرفتیم، یکی این که مکان زاویه چجوری معلوم میکنیم، مکان متحرک روی محیط دایره نسبت به مبدا مشخص میشه با یه بردار، به اون میگیم بردار مکان زاویه یا مکان زاویه در نظر گرفته میشه. تغییرات زاویه‌ای که اون شعاع حامل و یعنی متصل به اون ذره ما، شعاعی که متصل به ذره متحرک ما هست داره در واحد زمان در بازه‌های زمانی چیکار میکنه؟ زاویه‌ای رو طی میکنه. اون زاویه پیموده شده در واحد زمان، زاویه‌ای که این شعاع حامل داره ذره داره حرکت میکنه، این شعاعی هم که بهش متصله داره زاویه‌های متفاوتی رو طی میکنه. تغییرات زاویه به تغییرات زمان میشه سرعت زاویه متوسط. در حرکت دایره یک نواخت اگر سرعت زاویه هر لحظه
با سرعت زاویه متوسطش توی بازه برابر باشه، یعنی اینکه مقدار امگای ما، سرعت زاویه ما ثابت باشه، به این حرکت میگیم حرکت دایره یک نواح. رابطه ای که برقراره به این شکله و این دوتا رابطه هم برای حرکت دایره یک نواح عنوان رابطه خوب مفید به کار میبریم. مثالی که براتون انتخاب کردیم میگه سرعت زاویه متحرکای زیر رو مشخص کنین. جنبه تستی نداره، فقط میخوایم با این رابطه آشنا بشیم. مثالا رو براتون گفتم ولی مثالهای بعدی رو به صورت تستی براتون میگم. میگه که سرعت زاویه عقربه دقیق شما. خب سرعت زاویه چون با سرعت با تندی ثابتی داره عقربه میچرخه، پس جزء حرکت دایره یک نواخته. پس جزء حرکت دایره یک نواخت باشه میشه امگا اون 2 پی تموم یا 2 پی فرق نمیکنه. خب برای دقیق شما میشه 2 پی. خب دقیق شما یه دور میزنه میشه یه ساعت، 60 دقیقه 3600 ثانیه، پس میشه 3600. این برای کی شد بچه؟ برای دقیقه شما، درسته؟ برای ساعت شما این امگا به دست میاد میشه 2 پی. حالا دیگه ساده کردنشه دیگه، شما اگر ام 6 بگیرید با این ساده میشه 1600. آره بچه ها اینو 6 بگیریم، یعنی پی و 3 بگیرم، 2 ضرب در 3 6 با این ساده میشه 1600. برای عقربه ساعت شما این مقدار میشه چی بچه ها؟ 12 ساعت ضرب در 3600. یه دور که عقربه میزنه 12 ساعت، 12 ساعت هم که 3600. واحدها اینا همش این یادتون باشه، من اونجا باز فراموش کردم، رادیان بر ثانیه است. حالا رادیان رو هر جور دلتون میخواد، من اینجوری نوشتم برای اینکه معلوم بشه رادیانه. رادیان بعضی موقع با آر بزرگ میذارن، رادیان بر ثانیه، اینم همینطور رادیان بر ثانیه است. یه آر پی ام هم داره که آر پی ام اگه یه وقت یه جا دیدید یعنی دور بر دقیقه، یه دور بر دقیقه. آر پی ام یعنی یکی دیگه از واحدهای سرعت زاویه‌ایه به نام دور بر دقیقه، تعداد دورها در زمانش که دقیق است. میگه سرعت زاویه هر نقطه روی کره زمین، بچه‌ها روی کره زمین هر نقطه حول محور زمین در حرکت چی؟ در حرکت وضعی. حرکت وضعی برای زمین دو تا حرکته، یه حرکت وضعی داره که دور محور خودش میچرخه که شب و روز رو به وجود میاره، یکی هم دور خورشید میچرخه که سال و یا در اصل اون ماهای سال رو به وجود میاره. بنابراین یه حرکت وضعی داریم که دور محور خودشه، یه حرکت انتقالی داریم که دور خورشیده. خب میگه که حالا سرعت زاویه‌ای کیو میخواد؟ کره زمین به دور خودش. یه دور دور خودش میزنه 24 ساعت، 24 ساعت ضرب در 3600 ثانیه که 86400. این میشه سرعت زاویه‌ای زمین در حرکت وضعی. حرکت وضعی یعنی چی؟ یعنی به دور خودش. حالا دور چی؟ دور خورشید میشه 2 پی. خب بچه‌ها بگید چقدر میشه یه دور میزنه 365 روز، هر روز 24 ساعت ضرب در 3600. در حرکت در اصل انتقالی، در حرکت انتقالی یعنی زمین یه دور دور خورشید رو بزنه، یک سال طول میکشه، 365 روز 24 ساعت ضرب در 3600. از اینجا اینا رو اگه محاسبه کنیم همشون هم بر حسب رادیان بر ثانیه میشن، رادیان بر ثانیه. اگر زمان رو به دقیقه بذاریم آر پی ام میشه، اگر زمان رو به دقیقه بذاریم همین بر حسب چی میشه؟ بله دور بر دقیقه. خب این در مورد عرضم حضور شما که سرعت زاویه‌ای بود که یکی دیگه از کمیت‌های حرکته. ما دوره تناوب و بسامد تو مبحث بعدی باهاش آشنا شدیم، از این دوره و بسامد استفاده کردیم برای چی؟ برای پیدا کردن سرعت زاویه‌ای در هر حرکت دایره‌ای. در حرکت دایره یک نواخت این رابطه به صورت 2 پی تئوم یا 2 پی اف هست، یا اف رو دارید یا تی رو دارید که قرار میدید و میتونید سرعت زاویه‌ای رو پیدا بکنید. اما رابطه بعدی که به کار میره رابطه تندی و سرعت زاویه‌ایه. میشه ثابت کرد در حرکت دایره‌ای بین سرعت یا تندی متحرک روی محیط دایره، اگرم من اصطلاح سرعت رو به کار میبرم یعنی فقط با اندازه کار دارم، با جهت کار ندارم، یعنی اینجا برداریشو در نظر نمیگیرم، فقط عددیشو در نظر میگیرم،
به همین خاطر جای سرعت باید تندی به کار ببریم. اگه یه وقت اصطلاح سرعت رو به کار میبریم به خاطر اینکه این تندی چون جدید اومده ممکنه ما خیلی ازش از این اصطلاح استفاده نکنیم، ولی منظور ما تندیه. بدون در نظر گرفتن جهت بردار سرعت ما تندی رو جای سرعت به کار میبریم. رابطه سرعت یا تندی با سرعت زاویه‌ای به این شکل مطرح میشه که قابل اثبات هست و اجازه بدید ما اینو فعلا برای شما بگیم، اثباتش رو در نظر نگیریم چون ما میخواییم وارد بحثای تستی بشیم و کنکوری. اثباتی جز مطالب تشریحی که انشالله در کلاس درس شما باهاش آشنایی پیدا میکنید. رابطه تندی با سرعت زاویه‌ای به این شکل مطرح میشه. آر شعاع دایره است، همون مسیری که داره حرکت میکنه. تندی همون اندازه سرعتیه که روی محیط دایره داره. اومگا هم همون زاویه طی شده در واحد زمانه که بهش میگیم سرعت زاویه. حالا اینو اگر با انرژی جنبشی بخوایم بگیم، بچه انرژی جنبشی کا بود 1/2 ام ویدو، جای ویدو اینو قرار بدیم میشه آر اومگا، یا به توان 2 بذارم بهتره. این میشه رابطه تندی با انرژی جنبشی. گاهی اوقات ممکنه شما انرژی جنبشی رو تو فیزیک دهم خوندید، عرضم حضور شما که تندی رو در حرکت دایره‌ای در 12 خوندید. اینا رو ممکنه به هم مربوط کنه. و یا رابطهش تکانه با تندی. رابطه تکانه با تندی پی مساوی ام وی بود بدون در نظر گرفتن برداریش. حالا ما می‌خوایم چیکار بکنیم؟ رابطه تکانه رو با چی بگیم؟ سرعت زاویه‌ای در حرکت دایره‌ای. آر اومگا گذاشتم. حالا تغییرات تکانه رو چجوری می‌بینیم؟ بچه‌ها توی حرکت دایره‌ای حواسمون باشه. در یک حرکت دایره‌ای من مجبورم یه دایره خیلی بد شکل بکشم اینجا براتون اینو توضیح بدم. مثلا فرض بکنید متحرک ما اینجاست. ببینید تندی در اصل این سرعت هست چون جهت داره. وقتی که میاد اینجا من با اندازش کار دارم. فرض کنید مثل حرکت دایره یک نواخت اندازه وی ثابت باشه. اینم که تتاست یا دلتا تتاست فرق نمی کنه. خب تغییرات سرعت، شما اگه بخواید تغییرات سرعت رو بکشید چون شعاع بر این عموده، بر این بردارای سرعت عموده، بنابراین هر زاویه‌ای که این دوتا شعاع با هم میسازن همون زاویه رو هم دوتا ویا با هم میسازن. بنابراین اگه ویا رو رسم بکنم بچه ها این خودشون، این وی، وی بعدی رو هم رسم بکنم، زاویه بین این دوتا وی هم همون دلتا تتاست. چرا؟ دلیلش به خاطر اینکه شعاع بر هر کدوم اینا عموده. دلتا وی ما، عذرخواهی میکنم، دلتا وی ما این میشه بچه. خب دلتا وی رو توی بردارها میشه ثابت کرد هر موقع دو تا بردار هم اندازه داشته باشیم. تفاضلشون یعنی دلتا ویشون میشه 2V سینوس تتا دوم، یا دلتا تتا تقسیم بر 2. دلتا تتا یعنی اون زاویه که طی کرده. بنابراین اگر بخوایم تغییرات تکانه رو بریم جایگزین کنید بچه، جای چی؟ جای دلتا وی. تغییرات تکانه رو بخوایم بریم، یعنی این تغییرات داریم، اینم تغییرات داریم، میشه 2mv، درسته؟ 2mv سینوس تتا یا دلتا تتا دوم. بله این همون مقدار تندی است. 2mv سینوس تتا دوم. دلتا تتا اون زاویه‌ای که طی می‌کنه. مثلا اگه گفت ربع دایره رو طی کرده، ربع دایره میشه چی؟ 90 درجه. نیم دایره رو طی کرده 180 درجه. سه ربع دایره رو طی کرده. هر زاویه‌ای به حسب چه درجه چه رادیان قرار بدید تفاوتی نمی‌کنه. سینوسش رو پیدا می‌کنید، تقسیم به 2 می‌کنید، سینوس به دست میاد، در مقدار 2 ام وی ضرب می‌کنید تغییرات تکانه که می‌خوایم براتون مثال حل بکنیم از اینا تا آشنایی شما بیشتر بشه. بریم چند تا تمرین رو با هم بررسی کنیم. دوست عزیزم در مورد تندی متحرک با سرعت زاویه‌ای در حرکت دایره‌ای دو سه تا مثال براتون انتخاب کردم که با هم ببینیم. میگه ذره‌ای به جرم ام با تندی ثابت بر مسیر دایره‌ای حرکت میکنه. تغییرات تکانه آن در مدت 1/4 دوره. خب وقتی که داره با یه تندی ثابت میچرخه در 1/4 دوره، یعنی ربع دایره رو طی میکنه. یعنی چه زاویه رو طی کرده؟ ربع دایره، یعنی به ازای تی 4. چه زاویه‌ای طی شده دلتا تتامون؟ بله میشه پی دوم، درسته.
تغییرات تکانه رو گفتم به صورت چی می‌نویسیم؟ 2mv سینوس دلتا تتا دوم. درسته بچه‌ها؟ این تغییرات تکانه رو از ما توی این مدت خواسته. 2mv خب سینوس 92 میشه پی 4. سینوس پی 4. بچه‌ها سینوس پی 4 می‌نویسم، رادیکال 2 بهتر نیست یه دفعه؟ پس سینوس 92 میشه 45 درجه میشه رادیکال 2 ساده میشه، پس دلتا پی مون میشه رادیکال 2mv. بله گزینه 3 میشه. پس میتونی از این رابطه بچه برای محاسبه تغییرات تکانه در حرکت دایره یک نواخ که سرعتش ثابته، جرمش ثابته، به ازای هر زاویه‌ای که طی میکنه یا زاویه رو به دوره ربط بدید میتونید چه کار بکنید؟ پیدا بکنید که چقدر تغییر تکانه داریم ما. سال بعدی گفته نسبت انرژی جنبشی یک نقطه مادی به جرم M روی محیط دایره‌ای به شعاع R و سرعت زاویه‌ای اومگا به انرژی جنبشی همان نقطه مادی وقتی روی دایره‌ای به شعاع R دوم با سرعت زاویه 2 اومگا حرکت میکنه. خب ما گفتیم انرژی جنبشی K بود 1/2 M، جای V بذاریم R اومگا دیگه، جای اون تندیه R اومگا بذاریم. پس الان انرژی جنبشی اولی رو به انرژی جنبشی دومی حساب میکنیم. 1/2 که میرن بچه ها، درسته؟ ننویسمش دیگه. جرم یکیش امام یکیم، همون فرق نمیکنه. پس 1/2 امام میرن. آرمون شد چی؟ حالت اول آر در اومگا، در حالت دوم شده چی؟ آر دوم ضرب در 2 اومگا. این به توان 2، اینم به توان 2. خب این که ساده میشه، پس نتیجه میگیریم نسبتش در میان 1، شعار نصف کرده، سرعت زاویه رو 2 برابر کرده، پس انرژی جنبشیش نسبتش ثابت میمونه که برابر 1. خیلی ساده است. فقط خواسته ببینید شما این رابطه رو میتونید بین انرژی جنبشی با تندی در اصل حرکت روی محیط دایره مقایسه کنید. مثال بعدی که انتخاب کردیم میگه طول عقربه دقیق شمار 1 ساعت دیواری 3/2. خب پس من اینو آره 1 رو بگیرم برای ساعت، برای دقیق شمار بچه ها، این دقیق شمار اول گفته، دقیق شمار گفته 3/2 آر 2 ساعت شماره. خب میگه تندی نوک عقربه یعنی وی رو میخواد که آر اومگا بود، جای اومگا هم که میتونستیم بنویسیم 2π تئوم. درسته بچه ها؟ همون سرعت زاویه‌ای در حرکت دایره یک نواخ، حرکت عقربه ها با تندی ثابت صورت میگیره، در نچه سرعت زاویه‌ایش هم یه مقدار ثابتی. خب مینویسیم و دو دقیقه شمار رو اول خواسته به ساعت شمار، و یک به و دو. خب میشه آر یک 2π تئوم آر دو 2π تئوم. این برای شد چی؟ دقیق شمار. این هم شد برای ساعت شمار بچه ها. خب قرار بدیم آره دقیق شمار چقدر بود؟ بله 3/2، 3/2 آره 2 به آر دو ضرب داره این 2π که ساده میشن بچه ها. تئوم میره بالا، تئوم میاد پایین، دور در دور، نزدیک در. تئوم ساعت شمار میشه 12 ساعت، یه دور میزنه 12 تا 3600 تا. دقیق شمار یه دور میزنه. گرفتی چی شد بچه ها؟ تئوم مال ساعت میاد بالا، تئوم مال دقیقه است میاد پایین. تئوم ساعت یه دور میزنه، ساعت 12 ساعت طول میکشه. عقربه ساعت شمار یه دور که میزنه 12 ساعت طول میکشه. عقربه دقیق شمار یه دور که میزنه 1 ساعت طول میکشه. پس اینو بذاریم 12 به 1، آر دو ها که با هم میرن 3/2 هم که میشه 18. بله گزینه 1ش میشه. نسبت تندی نوک عقربه دقیق شمار تو این وضعیت 18 برابره نسبت در عرض تندی نوک عقربه ساعت شمار. خب اینم مثال هایی بود که براتون از تندی و رابطهش با سرعت زاویه در مباحث مختلف بررسی کردیم. بریم در ادامه مباحث بعدی در از حرکت دایره‌ای رو با هم بررسی کنیم. درود بر شما عزیزان.